به 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 به، ببینید کی اینجاست. آقای ایلان ماسک. ویلکام اگین مای لورد تو مای ورد شکسپیر. خیلی خوش اومدید. خوشبختم که دوباره شما رو در اینجا ملاقات میکنم. اون مشکل کارت کپی کارت پایین خدمت رو که حلش کردیم براتون. سرمایه گذاری خارجی، فرش قرمز، بفرمایید شیرینی، چایی آقای ماسک رو بیاریم. خیلی خوش اومدید. خانم بچه ها چطور هستن؟ دو تا موضوع داریم. یه موضوع متاسفم واقعا از شما انتظار نداشتیم. خودتون میدونید در مورد کدوم خبر ما ناراحتیم. شما سرنوشت اون گوشی که من اسمشو نمیخوام ببرم رو میدونید چی شد؟ همون سرنوشت میتونه سر استارلینک بیاد. نکنید، به قواعد سرزمینی ما احترام بذارید. یه نامه هم برای شما نوشتیم، محترمانه گفتیم که نکنید. ولی خبر خوب، خبر خوب تیترشو براتون میگم، خودتون ببینید چطوره. بفرمایید شیرینی بکنید. خبر خوب اینه، کلنگ احداث نخستین کارخانه تسلا در ایران به زمین خورد. بله، همین امروز الان وسایل آماده است، کلنگ آماده است، تشریف میبریم. کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج، نبش جاده، خوشنقشه، ویو ابدی. عصر همین الان بریم بزنیم کلنگو، عصر بفروشید. سه تا کارخونه تسلا تو کالیفرنیا، توی تگزاس و نمیدونم حالا هر جای دیگه ای میتونید بخرید و خیلی با ارزشه. ولی دو سه تا شرط داره. قیمت رو ما اینجا یه جایی داریم به نام شورای رقابت، اون تعیین میکنه. متاسفانه حالا شاید شما باش آشنا نباشید با این شورای رقابت، ولی منصفانه است. قیمت منصفانه است، در به کارخونه تحویل میدید، کسی ضرر نمیکنه، همه سود میبرن. دوم، موتور از ما، بدنه از شما. توربو شارژ، دوگانه سوز، دیفرانسیل جلو، عالی. سوم، اسمشو هم باید عوض کنیم، یه اسم بومی خوب باید بذاریم روش. ما اینجا چند تا اسم داریم، من یک شو. مجید چطوره؟ سلام، خوش اومدید به یک برنامه دیگه تکشاخ. ما هر هفته شنبه ها یک مروری خواهیم داشت به اخبار و تحلیل هایی که در هفته گذشته در حوزه تکنولوژی بود و گذشته به شکلی و توی شبکه های اجتماعی و خود شبکه های اجتماعی خود فردا اقتصاد و شبکه های اجتماعی خود تکشاخ هم میتونید در واقع این برنامه رو ببینید. از طریق یوتیوب هم اگه مایل بودید و یا آپارات هم میتونید در واقع این برنامه رو به طور کامل ببینید. اما در هفته‌ای که گذشت چه خبرهایی رو بیشتر حالا در موردش بحث شد و صحبت شد؟ اگه از ایران بخوایم شروع بکنیم، وزارت ارتباطات یک بیانیه‌ای داد که استارلینک رو ملزم کرده به اینکه قواعد سرزمین ایران رو بپذیره. خب این خبر به نوعی در واقع نوشته شده بود که انگار که استارلینک اصلا پذیرفته یا مجبور شده که این کار رو انجام بده، در حالی که خب اساساً می‌دونیم که استارلینک این در واقع موضوع اینترنت ماهواره‌ایش رو خیلی هماهنگ هم نکرده با در واقع ایران و از ابتدا هم می‌دونسته که احتمالاً چالش‌های حقوقی و موضوعاتی ممکنه پیش بیاد، ولی با علم بر اون هزینه‌هاش پذیرفته و این کارو کرده و بعید به نظر میرسه که حالا خیلی زیر فشار حالا ITU که اتحادیه جهانی مخابرات هست یا جای دیگه‌ای بخواد این رو تغییر بده. در مورد خود ایلان ماسک، هفته گذشته خب تقریبا یک سالگی مدیریت ایلان ماسک بر توییتر بود یا صاحب در واقع مالکیت اون بگیم بهتر هستش. این مالکیت اساسا خیلی نفع زیادی نداشته برای خود توییتر یا ایکس فعلی، چیزی که حالا آمارهایی نبود که خود
توییتر منتشر کرده باشه، ولی آمارهایی بود که از منابع دیگه منتشر شده بود و والستریت جورنال رو منتشر کرده بود، نشون میداد که در طی یک سال گذشته چیز در حدود 16% افت دانلود اپلیکیشن به طور روزانه برای توییتر اتفاق افتاده، در حدود 54% در واقع افت هزینه کرده تبلیغات فقط توی آمریکا برای این شبکه اتفاق افتاده. اغلب آمارهایی که توی این گزارش اومده بود نشون میداد که چقدر افت کرده توییتر. تنها چیزی که توییتر توی این مدت رشد نشون میداد آمار پست‌ها و لایک‌ها و ریپلای‌های خود ایلان ماسک بود که نشون میداد که خودش هر چقدر فعالیتش بالاتر رفته در واقع هزینه‌های بیشتری رو متحمل شده بیزینسی که خریداری کرده. اما خبر دیگه که این هفته منتشر شد و مهم هم بود بحث فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بود که اومد و در حوزه هوش مصنوعی اولین فرمان اجرایی خودش رو منتشر کرد. یک فرمانی بود که شامل یک سری استاندارد بود در مورد هوش مصنوعی و توی اونها به این اشاره کرد که در واقع حالا هم نگرانی هایی رو در واقع از این آینده هوش مصنوعی به شکلی میشد برداشت کرد از این فرمان و هم یک سری استانداردها و قواعدی که گذاشته بود مثلا برای دیپ فیک یا جعل تصویر سعی کرده بود وزارت بازرگانی آمریکا رو ملزم بکنه به اینکه این در واقع نهاد بیاد یک پلتفرمی درست کنه، اساسا یک جور واترمارک کنه در واقع محتواهای اورجینال رو که به شکلی از محتوای جعلی قابل تشخیص باشه، و یا مثلا ملزم کردن در واقع اینکه شرکت‌های بزرگ مثل مایکروسافت، مثل گوگل، احتمالاً اوپن ای آی و بقیه آنچه که در روی محصولات بسیار پیشرفته خودشون دارن کار میکنن رو بیان و به یه شکلی در واقع قبلش به دولت بدن و دولت اینها رو بررسی بکنه و قبل از انتشار عمومیش بتونه روی اونها نظارت داشته باشه، که حالا بحث‌های زیادی رو احتمالاً ایجاد خواهد کرد. این هفته که گذشت در واقع این بحث توی حوزه هوش مصنوعی خیلی مهم بود. البته بعد در ادامه برنامه مشتبه طباطبایی عزیز هم کلاً یه تحلیلی روی تمام وقایع مهم حوزه هوش مصنوعی خواهد رفت. اما تا قبل از اون خبر دیگه که این هفته اتفاق افتاد، خب برای کسایی که علاقمندان به محصولات اپل هستند، کامپیوترهای مک توی رویداد هالووین اپل در واقع رونمایی شد. کامپیوترهای جدید مک که دارای تراشه‌های سری M3 هستند، M3 هستند و تراشه‌های قدرتمند 3 نانومتری هستند. ویژگی اصلیشون شاید بشه گفت نسبت به تراشه‌های نسل 1 یا 2 M در واقع این هستش که خیلی پرسرعت‌ترن. مثلا نسبت به نسل M دیدم تر حدود 20% اگه اشتباه نکنم سریع‌تر هستن این تراشه ها و قدرت خیلی زیادی رو میدن. زمینه این که اساسا تراشه 3 نانومتری ما روی کامپیوترهای شخصی نداشتیم و حالا یه قدرت خیلی زیادی رو این تراشه ها در اختیار کاربران مک میذارن و زمینه این که حالا افیشنسی یا اون عملکرد بهتری هم برای سیف کردن یا در واقع ذخیره انرژی بیشتر کامپیوترها و ذخیره در واقع انرژی باتری اونها در اختیار کاربر قرار میدن که این هم خیلی کمک میکنه که باتریشون عمر شارژ بیشتری داشته باشه. خب این سه تا بخش رو کوتاه گفتم خدمتتون، بریم سراغ مشتبه طباطبایی با اخبار و تحلیل های فضای هوش مصنوعی هفته و بعد از اون هم یه گفتگوی دارم با جناب آقای جواد عامل، مدیر عامل و بنیانگذار اپلیکیشن و مسیریاب نشان. بریم با هم این بخش رو ببینیم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان برنامه تکشاخ و شهرام عزیز. در مورد اخبار هایتکی که هلوش هفته ده روز اخیر داشتیم، رئیس هایی که انجام شد، تکنولوژی هایی که معرفی شد و اتفاقات مهمش، چندین مورد بود که به نظرم رسید که خوبه با هم دیگه در راجبش صحبت بکنیم. اولیش بحث رئیس شرکت آنتروپیک بود که در موردش قبلا صحبت کرده بودیم. در حقیقت مدل یا LLM کلادی رو داره که مدلی هستش که خیلی خوب جواب داده توی بحث سایز اینپوتش، بسیار بسیار خوب اومده عمل کرده و مدلی هستش که جزو مدل‌های
برتر هستش و این شرکت هم شرکت هایی هستش که الان داره روش خوب سرمایه گذاری انجام میشه. اگر خاطرتون باشه سری قبلی که صحبت کردیم راجع به این در حقیقت شرکت، آمازون اومده بود و مبلغ 4 میلیارد دلار رو، یعنی تا سقف 4 میلیارد دلار اومده بود که و بهشون این کردیت رو داده بود که میتونن ریز بکنن و جذب سرمایه از آمازون داشته باشن، که خب الان در حال حاضر اتفاق جالبی که افتاد این بودش که گوگل هم اومد یک سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری رو کردش که قابل افزایش هستش طی توافقاتشون تا 2 میلیارد دلار، و خب این شرکت رو خیلی میتونه بهش کمک بکنه که شتاب بهتری بگیره و بتونه خودش رو به شرکت‌های رقیبی مثل اوپن ای آی برسونه. این شرکت هم مشابه اوپن ای آی هستش، سبک بیزنس مدلش، سبک رفتاریش و خب مدلای کلوز سورسی هستش که ارائه میده و افراد میتونن ازش استفاده بکنن. خبر جالبی بود در این حوزه. نکته دیگه، خبر دیگه‌ای که داشتیم یک بحث و مباحثه‌ای هستش که در حال حاضر خیلی داغ هستش. در برنامه قبلی تکشاخ هم اومدیم و مانیفست جدید مارک اندریسن رو به اسم تکنو اپتیمیست اومدیم و بررسی کردیم که یک مقداری توی همین فضا هستش، که صحبت از این هستش که یک سری هستن که خیلی خوشبین هستن به پیشرفت‌های تکنولوژی و خصوصا بحث AI، و یک سری هستن که این رو در حقیقت خطری برای بشریت تلقی میکنن. از جهات مختلف، از این جهات که ما برسیم به در حقیقت اون نقطه‌ای که AI بتونه پیشی بگیره بر هوش آدمیزاد و به اصطلاح به منطقه و نقطه سینگولاریتی برسیم، یا اینکه شغل ها از دست برن و تبعات اجتماعی داشته باشه. خب یه مقداری توی فضای AI و فضای سیلیکون ولی فضای تکنولوژی دستبندی انجام شده. مثلا ایلان ماسک خیلی جز خطرات مهمی میدونه که برای بشریت هستش این مورد، یا مثلا کسای مختلفی اومدن تو این حقیقت دست قرار گرفتن، و حتی مدیران اوپن ای آی و مثلا سم آلتمن هم ابراز نگرانی هایی کردن در این حوزه، یا تو خود گوگل اومدن و ابراز نگرانی کردن راجع بهش. مثلا فاوندر دیپ مایند دمیس هاسابی اومدش و ابراز نگرانی کردش. از سمتی هم کسی هستن که خیلی خوشبین هستن، مثلا یان لکان که دقیق مدیر ارشد ای آی، دقیق هد ای آی فیسبوک یا همون متا هستش، که اصلا این بحث ها رو خیلی بیمورد میدونن. و خب یه دستبندی توی دنیای تکنولوژی اومده توی این زمینه انجام شده و افراد هر کدوم رفتن به یه سمتی. و اخیراً جالب بودش که دقیقاً کوفاندر گوگل برین اندرو انجی هم اومدش و گفتش که اینا به نوعی دار میخوان این بحث ها بهانه هستش برای اینکه شرکت هایی که دارن توی این حوزه کار میکنن خودشون پیشروی رو انجام بدن و بقیه رو به اصطلاح عقب بگذارن و نذارن بقیه پیشرفت کنن، و بیشتر جنبه کسب و کاری داره تا اینکه جنبه اخلاقی داشته باشه. که دمیس هاسابی که مدیر عامل دیپ مایند گوگل هستش اومدش و واکنش نشون داد به این موضوع که نه اصلا اینطور نیستش، و کلا فضای جالبی هستش و خیلی هم حساس هستش از این جهت که خب ما اعتقاد داریم که اگر واقعا وقفه ای صورت بگیره، بره سمت رگولیشن، بره سمت موارد اینچنینی که خب میدونیم که ما حداقل به عنوان ایرانی ها این موارد رو زیاد دیدیم که چقدر ممکنه آسیبزا باشه و چقدر تکنولوژی رو عقب بندازه. ما خودمون دیگه با پوست و گوشت خودمون این موارد رو احساس کردیم توی بحثایی که اعمال شده برامون، و خب الان هم به نوعی داره توی غرب این موضوع شکل میگیره و خیلی ها این رو عامل این میدونن که امکان داره که سیلیکون ولی اون در حقیقت پیش تازی خودش رو با این مباحث حاشیه‌ای این مدلی از دست بده،
و خب همین الان هم ابراز نگرانی دارن میکنن و کسایی که اتفاقا خوب دارن از این مسئله استفاده میکنن و بهره برداری میکنن کشورهای اطراف خودمون هستن. امارات، عربستان خیلی خوب دارن از این ضعف سیلیکون ولی توی این وضعیت آمریکا که خب یه مقداری به لحاظ سیاسی واقعا دچار عقب افتادگی شده دارن استفاده میکنن و بهره برداری میکنن، اون مزیت دارن واسه خودشون ایجاد میکنن. اونطوری که تو برنامه قبلی گفتیم مثلا یکی از مدل های LLM خیلی خوب به اسم فالکون از کشور امارات و دانشگاه ابوظبی اومده بیرون و خب خیلی دارن خوب تو این زمینه کار میکنن. یه خبر جالبی هم که بودش توی این هفته، شرکت طبی که یک BNPL هستش اومدش و دقیقه 67 میلیون دلار ریز کردش و خب میبینید اعداد و ارقام، فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم یونیکورن شدش اگر اشتباه نکنم، بله 1.5 میلیارد دلار والیویشنش شد با این ریزی که انجام دادش و بخش دوستخواهی میکنم 200 میلیون دلار ریز کرده بودش و به والیویشن 1.5 میلیارد دلاری رسید، شرکتی که دقیقا توی دبی تأسیس شد و الان البته رفته هدکوارترش توی ریاض. و خب میبینیم که کشورهای منطقه چطور دارن با وصل شدن به بازار مالی دنیا و استفاده از موقعیت هایی که ضعف هایی که غرب الان پیدا کرده دارن پیشتازی میکنن و خب این اتفاقاتی هستش که وقتی میبینیم که به هر حال اکوسیستم خودمون رو که شاید یه زمانی خیلی میتونست رقابت بکنه الان چطور این شرکت های اینچنینی و اومدن توی اطراف منطقه ما و دارن حسابی پیش میرن و هم جای خوشحالی داره همه به اصطلاح حسرتی هستش برای ما که میتونستیم واقعا توی اون لول بازی بکنیم و پیش بریم. توی خبر دیگه ای که جالب بودش بحث این بودش که شرکت متا یا همون فیسبوک سابق یک بخشی داره به اسم ریالیتی لبز که روی بحث AR و VR متمرکز هستش که الان یکی از بحث‌های اساسی فیسبوک هستش که استارتش از در حقیقت اکویزیشن و خرید 2 میلیارد دلاری شرکت اوکولوس انجام شد که الان عینک های کوست رو داره میده که آخریش کوست 3 بودش که بحث میکس ریالیتی رو هم توش خیلی پررنگ کردش و خب الان با حالت پس ترو افراد میتونن عینک ها رو بزنن و ای آرشون رو هم فعال بکنن و خیلی دموهایی که داره ازش میاد بیرون خیلی جذاب هستش. اما عنوان شدش که توی کوارتر سوم امسال هم متا 3.7 میلیارد دلار دوباره روی این بخشش ضرر داد و خب هنوز داره پول میسوزونه که این بخشش رو، بخش متاورسش رو بتونه تا میتونه تقویت بکنه. و یکی از موارد جالبی که شاید توی این زمینه باشه بحث این هستش که تفاوت شرکت هایی که فاندر لد هستن به اصطلاح، یعنی هنوز اون کسی که بنیان گذاری کردتشون داره پیش میبرتشون، اون ویژنی که شخصی که بنیانگذاریشون کرده داره پیش میبرتشون که الان مارک زاکربرگ هستش، همون کسی که توی اوایل دهه 20 سالگی خودش فیسبوک رو تأسیس کردش، هنوز توی اواخر دهه 30 زندگی خودش هنوز داره فیسبوک رو رهبری میکنه و پیش میبره. و خب تفاوت دقیقا این هستش که کسایی که خودشون با عنوان مؤسس یک شرکت میان و رهبری اون شرکت رو پیش میبرن و کسانی که میبینیم که بعد از یک مدت دقیقا اون بنیانگذارا خارج میشن و کسایی که حالا وال استریتی یا بیزنسی دارن بیشتر که ملحق میشن به شرکت ها که شرکت رو پیش ببرن، که تفاوتشون توی این بخش هستش بیشتر که نمایی که از آینده میبینن خیلی شاید کسایی که به عنوان مدیرعامل حرفه‌ای ملحق میشن به شرکت ها کوچیک‌تر باشه. هدف این هستش که توی مثلا این کوارتری که هستش بیشترین رقم سود اعلام بشه با کسایی که یک شرکت رو از بنیان آوردنش و
نما و ویژن و اون دید خیلی بلند مدت تری دارم. مثلا مارک زاکربرگ توی بحث متاورس، خب از ببینید از چند وقت پیش این موضوع رو داره که اصلا شرکت رو اومدش و اسمش رو عوض کرده، به نوعی زنده بودن این شرکت رو نشون میده. بعد با دموهای اخیری که نشون داده خیلی ها رو امیدوار کرده که اتفاقا شاید این قماری که مارک زاکربرگ روی بحث متاورس کردش چیزی باشه که خیلی این شرکت رو بندازه جلو. اما در حال حاضر میبینیم که علارغم تمام فشارهایی که شاید روش باشه و از سمت در حقیقت وال استریت و ارزش گذاری که روی شرکت داره انجام میشه نسبت به آیندهشون، هنوز داره پول میسوزونه و اعتقاد راسخ داره که این زمینه‌ای هستش که جوابگو خواهد بودش و از این بنظر خیلی نکته جالبی هستش. مسئله بعدی که این هفته توی اخبار بودش، گوگل اومدش یک ابزاری رو داد برای اینکه افراد بتونن لباس‌های تن خودشون رو با هوش مصنوعی تست بکنن. مثلا فرض بفرمایید من یه عکس تمام قدی از خودم دارم، یه عکس لباسی هم هستش، مثلا چه میدونم توی یه وبسایت مثلا آمازون مثلا دارم میبینمش یا هر جای دیگه‌ای، میتونم این تصویر رو بدم به دقیقت این دو عکس رو به عنوان ورودی بدم و هوش مصنوعی به من بگه این لباس چه شکلی به تن من میاد. و خب ببینیم مسئله که هستش خیلی ابزار جالبی هستش. یا مثلا توی همین هفته دوباره آمازون اومد یک ابزاری داد برای کسانی که میخوان کالاهاشون رو روی آمازون بگذارن. خب این افراد بایستی از قبل میومدن و به صورت عکاسی صنعتی شاید مثلا از محصولاتشون عکاسی میکردن، هزینه ای رو بابت این موضوع و وقتی رو صرف میکردن و انرژی رو صرف میکردن و خب آمازون اومده داره میگه که من با هوش مصنوعی این کار رو واسهتون انجام میدم، شما یک عکس ساده من از محصولتون بدین، من عکس مشابه عکاسی صنعتی شده اون تصویر رو بهتون برمیگردونم. و خب اینا خیلی ابزارهای جالبی هستن، اما یه سمتی هم خوبه که این موضوع رو ببینیم که من بعضا میبینم استارتاپ های داخلی یا خارج دارن روی این موضوعات مشابه این مسئله کار میکنن و یکی از فرقهایی که شاید از هولوش مثلا یک سال و نیم پیش که خیلی AI ترندش جدیتر و روند جدیتری رو گرفتش میبینیم که خیلی رسیدن به یه سری از این ابزارهای AI و رسیدن به این تکنولوژی ها داره سهل الوصول تر بعضن میشه و خیلی از شرکت های بزرگ میان و ابزارهای خودشون رو میدن. مثلا خیلی شرکت هایی بودن که تو این دوتا زمینه ای که خدمتون مثال زدم فعال بودن، اما خب وقتی یه شرکت هایی مثل گوگل مثل آمازون میان و فعال میشن روی این حوزه ها، خب عملا اون شرکت ها کلن دیسراپت میشن و از بین میرن. این موضوعی هستش که خیلی جدیه توی روند در حقیقت بحث AI و یا اینکه حالا توصیه میکنن که شرکت ها و استارتاپ ها سمت خیلی نیش مارکت های خیلی خیلی مشخص حرکت بکنن. مثلا اگه تو حوزه LLM کار میکنن، مثلا یه شرکتی بود اخیراً که اومدش و LLM مخصوص کدینگ رو ارائه داد و خب طوری بودش که GPT-4 رو هم آت پرفورم میکردش دقت و سرعتش و بیان توی این زمینه ها یا کار بکنن یا اینکه بیان توی زمینه خیلی خیلی نیش این بحث های AI رو ادامه بدن، به خاطر اینکه خیلی موضوع حساس شده توی از این زمینه که به هر حال با روند هوش مصنوعی که الان هستش خیلی از بیزینس ها احتمالاً توسط خیلی از استارتاپ ها و بیزنس های حوزه تکنولوژی توسط شرکت های بزرگتر احتمالاً دیسراپت میشن و این نکته هستش که اگر حضور داریم توی این دنیاها به نظرم بایستی بهشون توجه بکنیم که یه مقداری اون ایده و زمینه‌ای که روشون فعالیت داریم در حقیقت مشخص‌تر باشه و ریسک کمتری داشته باشه. این اخباری بودش که به نظرم رسید که میتونه مفید باشه. خیلی متشکرم، ممنون از وقتی که گذاشتیم، تشکر. خب رسیدیم به بخش گفتگوی این هفته تکشاخ. همه ما در طول روز یا هفته ممکن از اپلیکیشن های نقشه استفاده بکنیم، یکی از ابزارهای ضروری در واقع رفت و آمد و پیدا کردن مسیر ما در طول روز هست یا در طول هفته یا هر موقعی که میخوایم به یک جایی یا مقصدی بریم.
خب اپلیکیشن‌های مختلفی در طی سال‌های اخیر با در واقع دیدیم که روی موبایل بهش دسترسی داشتیم و راحت میتونستیم از اونها استفاده بکنیم. هم اپلیکیشن‌ها و در واقع شرکت‌های خارجی بودن که تو این زمینه کار کردن، مثل گوگل مپ، مثل ویز، و هم شرکت‌های ایرانی تو این زمینه کار کردن. در حال حاضر در بازار ایران صرفاً یک در واقع بازیگر توی این عرصه وجود داره و اون اپلیکیشن مسیریاب و نقشه نشان هستش. امروز می‌خوایم با بنیانگذار و مدیر عامل شرکتی که در واقع این اپلیکیشن رو در واقع داره صحبت بکنیم، جناب آقای جواد عامل. خیلی خوش اومدی به برنامه تکشاخ. سلام عرض میکنم، ممنونم که منو دعوت کردید و خوشحالم که خدمتتون هستم. راه خوب پیدا که سری پیدا کردی، چون شما بچه تهران هم نیستین دیگه فکر کنم. نه آره، لوکیشنی که فرستاده بودی رو زدم و آره راحت مسیریاب اومد. حتی راننده هم مسیریاب راننده داشت استفاده میکرد، ولی خب من هم برای اینکه برای شما زمان رسیدن رو بفرستم. آره من دیدم با نشان اینو فرستادی. من خودم چون حالا ضرورتا از نشان همیشه استفاده نمی کنم، یکی دوبار هم استفاده کردم و فکر کنم چند بار مثلا گم شدم یا در واقع ناراحت بودم به هر حال از استفاده کردنش. فکر کنم توییت هم کردم، حالا امیدوارم ناراحت نشده باشی از اون توییتمون و اینا، ولی اون زمان فکر میکردم که حداقل چون به هر حال من میدونستم که تیم شما در مشهد حضور داره، حس میکردم که هنوز روی تهران ممکنه مثلا اونقدر قوی کار نکرده باشید، یعنی یه سری مسیرها رو مثلا دور میکرد و اینها. ولی به تدریج خب بهتر و بهتر شده، به خاطر اینکه وقتی نگاه میکنیم میبینیم امروز میلیون ها در واقع راننده در تاکسی های اینترنتی دارن از این اپلیکیشن استفاده میکنن، یا در پیک ها یا در سرویس های مرتبط با این. خب مشخص میکنه که الان این اپلیکیشن داره کار میکنه و در واقع کارشو داره درست انجام میده که این کار میکنه، حالا با یه درصد خطایی هم ممکنه در موردش وجود داشته باشه. دوست دارم برگردیم ابتدا از خودت شروع کنم جواد جان، بعد برگردیم به خود نشان. یه مقدار در مورد خودت میگی، بک‌گراند، متولد چه سالی هستی؟ من متولد 62 هستم، مشهد. کارشناسی مکانیک رفتم و قبول شدم، ولی همون 18 سالگی کامپیوتر خریدم که روش کتیا و سالید ورک و اینها نصب بشه، که هرگز نه رو اون کامپیوتر نه رویش کامپیوتر دیگری متعلق به من کتیا و سالید ورک نصب نشد. اینا که گفتی چی بود الان؟ من دو تا نرم افزار تخصصی حوزه طراحی مکانیک، به بچه های مکانیک جامعه داد بیشتر ازش استفاده میکنم، کتیا و سالید ورک. برست. و عملا اون موقعی که اینترنت، حتی اینترنت های البرز نبود، باید میرفتی دفتر ثبت نام میکردی، یوزر پسورد بدون داد و دایال آپ بس میشدی. ارتباط من با همون اولین ارتباطم با اینترنت سال 80 با همون کامپیوتری که تازه خریده بودم، منو برد تو دنیای کامپیوتر و برنامه نویسی، طوری که شرکت راجمان رو زودتر از مدرک مکانیکم قبل از اینکه اونو بگیرم این رو تأسیس کردم. کارت به نظر خودم اشتباه بود، کمی زود بود، حداقل شاید در نهایت بازم شرکتی رو تأسیس میکردم، ولی میشد دیرتر. این در چند سالگی اون شرکت تأسیس کرد؟ 22 سالم بود، سال 84. و اون شرکت در حوزه کامپیوتر و حالا چه حوزه‌ای اصلا کار می‌کرد؟ آره اسم اون بود اسم شرکت هست سازه‌های اطلاعاتی راجمان. و قرار بود که در زمینه سیستم‌های نرم‌افزاری مبتنی بر وب کار کنیم. اون زمان چیز نوعی بود، چون حالا دوستانی که اون زمان تو کار آی‌تی بودند و الان تو اکوسیستم فعالا میدونن، اصلا تحت وب بودن نرم‌افزارها اون زمان حداقل چیز قابل قبولی نبود، طوری که وقتی هم پیشنهاد دادیم میگفتیم نه میگفتن نه ما نمی‌خوایم نرم‌افزار بره تو اینترنت، در حالی که الزاما مبتنی بر وب بودن تکنولوژی ربطی به بودن در نبودن در محیط اینترنت نداره. و ما عملا ارزش پیشنهادی که اون موقع برای خودمون تعریف کرده بودیم، نرم افزارهایی بود که به جای تکنولوژی های دسکتاپ و دولایه بیاد تو محیط وب و عملا از طریق یک مرورگر ازش استفاده بشه. اون زمان مرورگرها هم خودش چالش بزرگی بود و شرکت رو شروع کردیم. با دستگاه های دولتی هم بیشتر کار میکردیم تو زمینه اتوماسیون و ورک فلو و در خود مشهد. اینجور داستان ها بیشتر مشتری ها مشهد بودن، آره تقریبا میشه گفت همشون. و تا سال 90 هم به همین موضوع مشغول بودیم. و حالا به یک نگاه معنوی میگن پول مثلا فلانجا برکت نداره، پول دولت برکت نداره، بود برکت نیست، پول اینقدر دیر میومد، بد میومد، سخت قرارداد بسته میشد، همه چیز مبهم بود، که در نهایت تصمیم سختی بود. 90 من تصمیم گرفتم تمام ما دیگه کار پیمانکاری برای دولت، اونم نرم افزار سفارش مشتری نمی کنیم. این موقعی که میگم تازه وقتی بود که دیگه نرم‌افزارهای مبتنی بر وب دیگه جا افتاده بود، یعنی خیلی از برندهایی که امروز تو حوزه اتوماسیون غیر کار میکنن تازه 90-91 محصولشون داشت میومد، ولی واقعا دیدیم کار با دولت کار دشواری است، شاید یه جوری به ژنتیکمون هم
نمیخورد و دیگه دولت رو 90 گذاشتیم کنار رو، بعد اومدیم تو حوزه نقشه. از چه سالی وارد حوزه نقشه شدیم؟ ببین 90 اتفاق افتاد، یعنی من یه گلکسی اسپلاس گرفتم و بعد اینکه رو این جی پی اس دارم و میشه اپلیکیشن نوشت و اینجور مباحث توجهم رو جلب کرد و شاید یه ایده خیلی ساده که و یه فرض اتفاقا غلط که برای ما خوب بود که آقا شهرداری ها یک عالم داده دارند ولی اینا کف خیابون دست مردم نیست و گوشه هوشمند که اون موقع دیگه 90 معلوم بود که فراگیر خواهند شد. یادم همین کلمه رو که گوشی های هوشمند فراگیر خواهند شد تو داکیومنت معرفی محصولی که بعدها تولید شد استفاده کردیم و بعد از 2-3 سال هم گفتیم فراگیر شده است دیگه، معلومه که فراگیره. و خب چرا این داده ها کف خیابون دست مردم نیست؟ یعنی مردم کافی، حالا اون موقع مسائل ساده تر بود، پمپ بنزین و پارکینگ و اینجور المان ها رو چرا نقشه نمیتونن پیدا کنن؟ گوگل مپ تنها مپی بود که خب پیش‌فرض روی ابزارها نصب بود و واقعا در ایران خیلی خیلی ناقص بود. شانس آوردیم، حالا بازم اون جوان بودنمون، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد اون زمان ترجیح داد برندهای بزرگتر و شرکت‌های قولتر کار کنه و اصلا نپذیرفت حتی پیشنهادمون رو بشنوه، ولی سازمان ترافیک مشهد مدیری داشت که برای دکتراشو خارج از کشور گرفته بود و دیده بود نمونه‌های خارجی، تی اف ال لندن رو دیده بود، جای مختلفی رو، خیلی استقبال کرد و این شد نقشه ترافیک مشهد. اولین اپ شاد ایرانی که ما حتی دنبال این اصطلاحا اولین اپ ایرانی بودن و اینا نبودیم واقعیتش، ولی اون زمان من نگاه کردم 9 تا اپ توی کافه بازار بود که نقشه داشت، دهمیش نقشه ترافیک مشهد بود که ما ترافیک پشت تقاطع‌ها رو از سنسورهای اسکس می‌گرفتیم و همین پمپ بنزین کجاست، بیمارستان کجاست، پارک کجاست، لایه‌های خیلی خیلی بیسیک، رستوران و کافی شاپ اصلا اون موقع رو نقشه نبود. بعد مسیریابی حمل و نقل همگانی بهش اضافه شد که خب خیلی تاثیرگذار بود. هنوز که هنوز هر مشهدی اگر مسیر هم نقل همگانی میگیره، چه از نشان چه از نقشه همراه، خب در نهایت شرکت راجمان اون سرویس رو پروواید کرده و ارائه کرده و همین باعث شد که شهرداری های دیگه هم توجهشون جلب بشه. ما به نوع دیگری برگشتیم به پیمانکاری بخش عمومی، ولی این بار سفارش مشتری نبود، نرم افزار نقشه همراه رو به شهرهای مختلف لایسنسش رو به همراه بر اساس داده خودشون تولید میکردیم. تهران داشت، اصفهان داشت، شیراز داشت و گفتم هنوزم هر شهری مسیر به حمل نقل همگانی کاربر چه تو اپ اصفهان چه تو اپ نشان بگیره، در نهایت راجمان براش فراهم کرد. حمل و نقل همگانی یعنی اتوبوس، که مترو، بی‌آر‌تی، اتوبوس هم نشون میده که مثلا چه زمانی میرسه و اینها یا اون نه. زمان تو نقشه همراه اینطوری نبود چون دادش وجود نداشت ولی مسیر میداد، یعنی اینکه آقا مثلا من از این منطقه میخوام برم اون منطقه، میگفت این خط رو سوار شو، انقدر پیاده برو، دوباره کجا خط بعدی رو سوار شو، که هنوز هم حالا بعدش که به نشان رسید و نشان هم این سرویس رو اضافه کرد، هنوز تنها تامین کننده این سرویس تو کشوریم جز شهر تهران که حالا یک بازیگر دیگه اون رو ارائه داده و رسیدیم تا 96 که نشان متولد شد. ما این سالها درگیر پیمانکاری شهرداری ها بودیم. سال 90 پس از پیمانکاری ها خدافزی نکردید، تا 96 هم داشتید. از پیمانکاری دولتی خدافزی کردیم و کار سفارش مشتری دیگه نمی کردیم. شهرداری ها واقعیتش حالا حداقل تو بدن مهندسی ترافیک ما این شانس رو داشتیم که با بدن مهندسی ترافیک کار کنیم. اون سالها بدن مهندسی ترافیک شهرداری ها همه تحصیل کرده خارج، همه فوق لیسانس دکترای دیگه، علم دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شریف و واقعا فضای خیلی علمی بود که برای ما هم یادگیری داشتن. ورودمون بعد از نقشه باز به حوزه ترافیک عملا با این ارتباط، با این دوستان و دانشی که اونها داشتن و ما تو این ارتباط یاد میگرفتیم شکل گرفت، ولی پیمانکاری معنی کار سفارشی نمیکردیم. نقشه همراه رو یک لایسنسش رو میفروختیم، داده های اوت اصفهان رو میگرفتیم میذاشیم روش و تو کافه بازار، تو گوگل پلی به نام نقشه همراه اصفهان منتشر میشد که خیلی شهرها هنوزم هست. خیلی از همکارانی که امروز همکارمان تو شرکت یه زمانی دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد بودن و نقشه همراه رو میشناختن که آقا باهاش مسیر پیدا کنیم، بعدن خب کجا این کارو کرده راجمان و اومدن شدن همکار ما و قبل از تولد نشان و بعد که نشان به دنیا اومدم دیگه الان جزو همکاران ارشد خوب ما که دارن با هم بریم با هم کار میکنیم. و نشان توی زمانی متولد میشه که خب ما یه نقطه اوج جریان استارتاپی ایرانه، احتمالاً اون موقعی فرصتی برای این زمینه دیدید، به سرمایه گذاری مراجعه کردید یا خودتون بوتستراپ داشتید اینو رشد میدادین و چطوری در واقع اینو شکل دادید، تیمو شکل دادین و تیمتون چند نفر بود؟ عرضم به حضورت که برای اینکه پاسخ بدم باید بگم نشان چطوری به دنیا اومد. ما سال 95 به این فکر کردیم که خب این اپلیکیشن ها تو شرایط مختلف هستند و کاش اینها رو یک پارچه کنیم. صادقانش اینجاست که ما از اکوسیستم دور بودیم، ما مشهد بودیم
و این دور بودن از اکوسیستم و اون موقع هم خیلی غریب بود مشهد بودن و کاری کردن. حتی شهرداری ها هم خیلی از ما پرسیدن که شما مشهدید؟ میگفتیم خب بله ما مشهدیم. عجیب بود، یه نفر اومده اصفهان کار میکنه تهرانی نیست، یه نفر اومده اهواز کار میکنه تهرانی نیست. و ما این فرض رو داشتیم که خب اپ ها رو با هم یک پارچه میکنیم، یک اپ میدیم، خب بخیر سرویس ها مشترکه، اگر از شیراز میاد مشهد بالاخره یه سرویس باشه، 17 تا اپ کار درستی نیست. البته پیمانکاری میریم با زینفعانی که مالکند صحبت میکنیم، میگیم آقا بیایید یک تعریف واحدی برسیم و ما به عنوان بهره بردار اینو توسعه اش هم با خودمون ببریمش جلو، سرمایه گذار جلب کنیم و غیره. یک سالی واسطادی و واقعا خیال باطل و اشتباهی بود، من همیشه اینو اعتراف میکنم که اگه یک کم تفکر استارتاپی داشتم، اون شبی که توییت زدم دیماه 96 گفتم این باشه اینجا یادگاری تصمیمی که الان یهویی گرفته شد، خیلی هم یهویی نبود، یک سال داشتیم بهش فکر میکردیم. یه شب من از سفری برگشتم و یه اتفاقاتی افتاد که اینجا جا شاد نباشه طولانی توضیح دادنش، ولی به این فکر کردم که خب ما اجزای تکنولوژی رو داریم، تخمین ترافیک رو نوشتیم، نویگیتور رو نوشتیم، مسیری اتوبوس رو داریم، منتظریم که داده هایی که متعلق به شهرداری هاست رو بگیریم باهاش اپ بسازیم. خب داده شهرداری ها رو نمیخوایم، میریم داده اوپن استریت مپ رو که بازه و آزاده و رایگانه رو برمیداریم و نقشه خودمون رو میدیم، به تدریج هم داده هایی که نداریم و با کمک کاربرا به روز میکنیم. و این نقطه ای که دیگه عملا حالا گفتی از پیمانکاری بخش دولتی اومد بخش عمومی، دیگه از پیمانکاری بخش عمومی به همون عنوان نقشه هم ذهنمون فارغ شد، شاید این کلمه دقیق تریه. 5 هفته بعد نشان از یک مسئله آزمایشی تستی که وجود داشت تبدیل شد به نشان، دیماه ریلیز شد و شب عید 96 300,000 تا کاربر داشت. تصمیم سخت گرفتیم که پلیس و دوربین رو بذاریم یا نه. 20 اسفند بود، بچه‌ها میگفتن که آقا پلیس و دوربین ایراد میگیرن بهمون. گفتیم حالا تا شب عید میذاریم، ایرادش بعد از عید میان سراغمون و میگیرن، که ایراد نگرفتن. حتی بعدها اومدن گفتن مثلا خودمون پلیس دوربین ها رو به نشان دادیم. این که گفتم پلیس دوربین رو گذاشتیم، در واقع امکان ریپورتش رو گذاشتیم. دوربین ها بعدن اضافه شد چون با گزارش ها جمع میشد، ولی پلیس همونی که کاربرها میزدن همون لحظه برمیگشت رو نقشه بقیه کاربرها نمایش داده میشد. بعدها یک سال بعد پلیس راور گفت ما اینا رو خودمون به مسیریاب ها میدیم، در حالی که خب ما هرگز داده ای از پلیس راور توی این حوزه نگرفتیم. هنوزم برای اون مسئله است که آقا تو تهران خیابون رو ناگهان میبندی، خب تو میدونی بسته است، بگو ما ببندیم به مردم مسیر ندیم، ولی تا همین امروز همچنان گزارش کاربر هست، یعنی یکی میره اونجا مسدودی میخوره تو نشان ثبت میکنه و بعد تو نشان. چون دوست دارم بحث شهرداری رو هم اینجا ببندیمش، آیا هیچ وقت دیگه شهرداری ها که میدونیم چقدر داده هایشون مورد نیاز سرویس های نقشه است، توی کشورهای دیگه هم دسترسی های مستقیم میدن به گوگل مپ و سرویس های اپل مپ و سرویس های دیگه مشابه، آیا هیچ وقت دیگه این داده ها به شما داده شد برای استفاده روی نشان؟ بله، ما بعد از لانچ نشان، خب اولا شهرداری های جایی استقبال کردند از اینکه این اتفاق داره میفته، به ویژه تو حوزه نویگیشن و ترافیک، چون واقعا یکی از مسائلی است که برای شهرداری ها مسئله است، گاهن باعثشند و مسیریاب ها کمک میکنن به حلش یا حداقل التیامش. بله، ما بعدش با خیلی شهرداری ها تفاهم کردیم که مثلا آقا ما سرویس های نقشه بهتون میدیم، زیر ساخت میدیم، شما مثلا داده های پلاک رو ما بدید که روی نقشه به درد کاربرها میخوره. تو تفاهم ازشون گرفتیم، برخی شهرداری ها خودشون داده های هم نقل همگانی رو به ما دادن، گرچه برخی شهرها رفتیم جمع کردیم. شهر تهران عملا هم حالت اوپن ای پی آی رو که میگی رو اندازی کرد، یعنی گفت هر کس میخواد بیاد یه توافق امضا میکنیم و در اختیار میذاریم، خیلی داده ها رو رایگان داد. ما تا همین الان برای داده پرداخت پول دیگه نداشتیم، جایی بوده که تفاهم کردیم سرویس میدیم سرویس میگیریم. خیلی جاها مثل شهر تهران داده رو بعضا باز در اختیار قرار داده و تونستیم ازش استفاده کنیم. به هر حال وقتی که نشان توی چند سال اخیر نگاه که میکنیم به مسیرش، میبینیم که خب هم نشان بوده، هم یه بازیگر دیگه به نام بلد، هم دو سه تا بازیگر خارجی، بعضی شرکت ها هم که داشتن تو حوزه نقشه کار میکردن و اینها، که حالا اونا هم آروم آروم بعضیشون اومدن و حذف شدن. مهمترین رقیبی که تو این سالها بود همون بلد بود که از مجموعه هزار دستان و کافه بازار و اینها بود، که به هر حال پارسال شاهد بودیم که کلن این کسب و کار رو تعطیل کرد و خارج شد اصلا از این حوزه و نشان باقی موند. و الان دوست دارم بدونم که یک تنها بازیگر یک حوزه بودن و حالا از اون سمت هم مسدود بودن مثلا یه مسیریاب خیلی کاربردی مثل ویز که خیلی خوب جا افتاد برای کاربرای ایرانی، برای حتی راننده های تاکسی و اینها، و بعد اجبار کردن کاربرا توی دوره‌ای به اینکه از اپلیکیشن‌های داخلی استفاده بکنن و اینها،
این چه حسی داشت برای شما که داشتید توی ایران داشتید اینو کار میکردید و اینکه حالا به هر حال کاربرا خوشحال نبودن از اینکه اجبار بشن به اینکه بیان با یه اپلیکیشن ایرانی کار میکنن؟ کمان کمی الان در مورد مثلا پیام‌رسان‌های بومی همین اتفاق افتاده، این پیام‌رسان‌های با رقیب خارجیشون همه فیلتر شدن، اجبار میکنن که بیایم از پیام‌رسان‌های بومی استفاده بکنیم. من خودم اون موقع حس خوبی به این نداشتم که حتما از این نقش استفاده کنم، ولی دوست دارم ببینم حس خود شما تو داخل مثلا این اپلیکیشن چی بوده. خیلی دقیق گفتی شهرام، یعنی من پاسخ بدم عملا دارم نکاتی رو که تو صحبت خودت بود رو دوباره میگم. کاربر وقتی مجبور بشه، مثلا انسان وقتی مجبور بشه چیزی استفاده کنه، خب حس گروگان گرفته شدن داره. در واقع برعکسش میگیم اگه یه چیزی من بشی، احساس بش در واقع علاقه من تر میشی و مشتاق تر میشی به سمتش. این اتفاق افتاد و کاربر احساس میکنه که چیزش دریغ شده، حالا من میخوام از اون استفاده کنم. نشان وقتی اومد ویز بود، ما دنبال تمایز خلق میکردیم. خب اولش هم خیلی ساده بود، بیایم اون روز به طرح رو کنترل کنیم، طرح زوج و فرد، طرح ترافیک و تو شهرهای دیگه، و این میشد یک ارزش پیشنهادی. بعد در اون رقابت با سرعتگیر اضافه میکردیم، خیلی بومیه، مسئله ایست که شاید تو حداقل کشورهایی که ویز توشون برتری داره، این به این شکلی که ما باهاش مواجهیم تو جاده‌های شمال و بعضی خیابون‌های اصلی شهر خب وجود نداره. تو کامیونیتی ویز هم بریم، مثلا تو برزیل خیلی ازش میخوان که آقا چرا اسپید بامپا رو این سرعتگیرها رو نمیگی. خب اینو پیدا کردیم، اضافه کردیم، هم نقل همه گاهی رو زود آوردیم به نشان چون تمایز می‌خواستیم و تو رقابت هم داشتیم رشد می‌کردیم. و صادقانش هم اینجاست که یه مارکت رو بیا نگاه کنیم، مثلا مثل اسنپ و تپسی. خب روشنه که اسنپ بازیگر اوله با سهم خیلی خوبی و تپسی بازیگر دومه، ولی بالاخره اسنپ همیشه باید پشت سرش نگاه کنه، تپسی رفت تو بورس، تپسی سرمایه گرفت، تپسی این فیچر رو داد، چه اتفاقی داره میفته؟ چون اگر نگاه نکنه، اگر همکارانش به اینا توجه نکنن، تپسی ممکنه سهمش بشه دو برابر، بعد یا بشه سه برابر و ناگهان برگرده و بازی رو عوض کنه. تو فضای دنیا هم تو رقابت این اتفاقات افتاده. پس این رقابته برای کاربر مصرف کننده هم خوبه، برای اسنپ هم خوبه، برای تپسی هم خوبه، وگرنه آخرش میشه خودروی ملی که گاهن نه سیاست گذار، نه مردم، نگاهن کسانی که تو اون صنعت حتی فعالند ازش راضی نیستند، چون رقیبی نیست، من انگیزه ای برای رقابت ندارم. الان هم رقیب ما خب واقعیتش اینجاست که پیش‌فرض رو گوشی همه کاربرا نصبه. یه زمانی ویز بود، به قول شما یه زمانی مسیریاب داخلی دیگری، بعدش الان هم رو گوشی همه نصبه، خیلی خوبه، دادا ترافیک رو تو ایران میده گوگل مپ و ما باید باهاش رقابت کنیم و خوبه که هست. امیدوارم دریغ نشه، کما اینکه برگشت ویز، خب آره حتما اگر ویز برگرده بخشی از کاربرها انتخابشون شاید در ابتدا ویز باشه، اون وقت کیفیت حرف میزنه. اون وقت اگر اول مهر امسال یه مثال شاید ترافیکی بزنم، خب الگوریتم ترافیک به داده های سابقه هم وابسته است، اینکه الان اوضاع چطوریه، پس نیم ساعت بعد چطوریه، باید هوش مصنوعی پیش بینی کنه. خب مهر امسال نسبتاً مهر خاصی است. چرا؟ چون ما سال گذشته اون وقایع رو داشتیم و عملا مهر نرمالی نداشتیم. سه سال قبلش هم کرونا بود و اصلا اون رخداد اول مهر و پیک ترافیک اول مهر رو چهار سال بود که نمیدیدیم. و حالا بعد چهار سال تو هیستوری هیچ کس مهر دیگری نیست، امسال اول مهر شروع شده. امسال هر کس ساعت 4 و 5 بعد از ظهر اول مهر یا تا سر صبح اول مهر، چه با گوگل مپ، چه با نشان، چه با ویز آدرس میگرفت، دیرتر میرسید. ما بهش میگیم آندر میشد، دیرتر از تخمینی که زده شد میرسید. اما کاربر از کدوم استفاده میکنه؟ از نشان. پس کی مقصر اینه که من آندر شدم؟ نشان، چون ویز رو فیلتر کردن. و کاربر که هر دو رو، حتی اونی که فیلتر شکن داره، کنار هم نمیذاره مقایسه کنه. ویز هم یه رپیوتیشن خوبی داره، چون زودتر اومده، قدیمی تر بوده، الگوریتماش پخته تر. لذا کاربر وقتی احساس میکنه گروگان گرفته شده، حق داره ناراحت باشه. و بدون رقابت هم حداقل نشان تا امروز با رقابت اومده جلو و لازم داریم برای رشدمون در ادامه هم. دوست دارم بحث دیگه ای هم که بهش اشاره بکنم، بحث اینه که به هر حال کسب و کار نقشه و کسب و کار مپ کسب و کار بسیار مشخص، کسب و کار بسیار پرهزینه ای هست و بسیار دیبازده هم هست. یعنی ما به خود سیر رشد گوگل مپ که نگاه میکنیم، میبینیم در طی سالهای اخیر یکی از سرویس هایی بوده که گوگل واقعا به زور نگرش داشت. گوگل توی تعطیل کردن سرویس دست خیلی در واقع بازی داره، همواره سرویس های مختلفی رو اگه سودده نباشن تعطیل میکنه، ولی در این حالی که خیلی هم تغییر داده، یعنی مدل کسب و کار در واقع مپ، گوگل مپ رو بارها تغییر داده،
یه زمانی خیلی کامیونیتی محور بود و از روی مثلا گوگل مپ میکر کاربرها رو جذب میکرد که بیان نقشه رو بسازن و از اون نقشه رو مرتبا آپدیتش بکنن کاربرا، حالا از داده های شهرداری ها هم استفاده میکرد. یه زمانی دیگه اصلا تصمیم گرفت که اصلا به دلیل چالش هایی که ایجاد میشه و اشکالاتی که کاربرا میارن ایجاد میکنن و مثلا روی نقشه و اینها همش رسانه ای هم میشد، اصلا کلا از این بازار در واقع کاربرا رو به عطای خودش رو به لقای خودش ببخشه و بعد بیاد خودش اصلا اینو براتون بگیره. شما چه استراتژی برای اینکه داده های نقشه به روز باشه در واقع و مرتبا هم آپدیت بشه در واقع در نظر گرفتید و بعد اینکه این هزینه ها رو چطوری در واقع دارید تندل میکنید؟ عرضم به حضورت که در مورد نقشه که خیلی درست گفتی، ببین ما امروز تو نشان بیش از 20 میلیون نصب فعال داریم، نزدیک به 3 میلیون کاربر روزانه دارن نشان استفاده میکنن و بخش عمده داده هایی که تو نشان در اختیار کاربر هست توسط خود کاربرها داره اضافه میشه. حالا بعضی جاها کاربر ما بهش میگیم مشارکت صریح و مستقیم داره، یعنی میاد میگه اینجا این مغازه هست، بعد میره توی فرایندی از توسط بقیه کاربرها دوباره وریفای میشه توی این فرایند که آیا این نظر درسته یا نه، حالا سابقه کاربر و غیره هم مهمه، یا نظری میده یا عکسی میذاره از منوی اون رستوران و غیره و در واقع داده رو داره تکمیل میکنه. حالا مثال روزمرهش که کاربرای مسیریاب بیشتر دیدن این پلیس گزارش کردن و دوربین گزارش کردن و غیره است که همش توسط خود کاربر داره اتفاق میفته و این تأمین داده ما عملا داره توسط کاربرها بخش عمده ایش اتفاق میفته. بعضی جاها صریح، بعضی جاها ضمنی به این معنا که شما سرچ میکنی رو مکانی، کلیک میکنی، بک میزنی، این به ما میگه احتمالاً یه چیزی اینجا غلطه و تو تکرارش ما فهمیم یه چیزی تغییر کرده، جایی بهت مسیر دادیم بپیچی مستقیم میری نویگیت میشه، مشکوک میشیم که کاربرا اینجا نمیپیچن، احتمالاً اینجا این دور برگردون بسته شده و در واقع این پتر این کاری است که ویس هم میکنه و کاربر پیام میزنه میگه اینجا چه شد که نپیچیدی، ولی حالا ما به مکانیزم دیگه‌ای داریم این کارو میکنیم. در مورد مدل درآمدی ما یک خط درآمدیمون که گوگل همون رو داره API های نقشه و سرویس هایی است که به سایر استارتاپ ها و کسب و کارها میده. ما اون رو که از چند سال پیش داریم، خود اسنپ، تپسی، خیلی برندهای دیگه، اوکالا، توزه لوجستیک و کسانی که نیاز دارن به سرویس سرچ ما، نقشه ما، ترافیک به معنای تخمین زمان رسیدن، خود سرویسمون استفاده میکنن و بخشی از درآمدهای ما رو پوشش میده، ولی جریان نقدینگی ما رو مثبت نکرده و ما هنوز باید جبران کنیم بخشیش رو. از اواخر پارسال ما سرویس های تبلیغات مکان محورمون رو شروع کردیم. حالا کسانی که دوز مارکتینگ و بازار یا بیان این اسمو زیاد چندن لوکیشن بیس ادز ها رو و تبلیغات مکان محور، ولی ابزاری تو مارکت ایران براش به اون شکل وجود نداشت، ابزار جدی حداقل وجود نداشت. آزمایشی شروع کردیم چون دو چیز برام مهمه، اون کسب و کاره، چون کسب و کارهای مخاطب ما کسب و کارهای اصطلاحا میگیم آفلاینن، کسب و بازاریان، همونایی که تو فضای دیجیتال هم خیلی مدیای تبلیغ ندارن، هم تبلیغ دهنده نفع ببره هم ما نقشه و مسیریابی مصرف کننده گمراه نشه. این ماهای اخیر درگیر این یادگیریه بودیم که هم کاربر رو میسلید نکنیم، گمراه نکنیم، فریب هدفمند نه غیر هدفمند فریب ندیم، یعنی رفتار ما باعث فریب کاربر نشه، همون تبلیغ دهنده نفع ببره. و الان دو سه هفته است که دیگه از اون فاز آزمایشی میتونیم بگیم گذشته، الان کسب و کار میتونه وارد نشان بشه، بگه این کسب و کار منه، یه فرآیندی داره که یه گواهی شغلی بفرسته که اثبات بشه این کسب و کار رو میتونه مدیریتش رو بر عهده بگیره و بعد براش تبلیغ بده، حالا چه تو سرچ نشان که کسی رستوران سرچ کرد در نزدیکی من رو به شکل ریزالت اول نشون بده، یا به شکل اصطلاح میگیم پین ادز یا پین اختصاصی که این نمایش من وقتی من داره رانندگی میکنه من رو با یک نمای اختصاصی کنار مسیر به کاربر نشون بده. و امیدواریم که این تا ابتدای سال بعد ما رو جای نقدینگیمون رو مثبت بکنه. اما همونطور که گفتی کسب و کار نقشه باز هم در نهایت کسب و کار دیربازه است و ما باید همچنان کاربرها رو در مسیریابی، در یافتن، در شناختن بهشون قدرت بدیم. و یه کار دیگه ایه که ما از اول امسال شروع کردیم، یعنی تا پیش از این کاربرها ما رو بیشتر مسیریاب میشناختن. میخوای جایی بری با نشان برو، اما میخوایم به این تبدیلشیم که دنبال جایی میگردی، میخوای بری یه کافه، میخوای رستوران بری، میخوای با بچت بری پیاده روی،
تعویض روغنی دنبالش میگردی یا آرایشگاه تو نشان بگرد و کامنت ها رو بخون، نظر ها رو بخون و بعد تصمیم بگیر. حالا باز خواستی مسیر بگیری، اتوبوس و خودرو و غیره دوباره نشان بدین و میده. در واقع بجز رفتن، در یافتن و شناختن و پیدا کردن مکان ها نشان قوی تر عمل بکنه. ما تو بحث های تخصص خودمون بهش میگیم مپ بودن در مقابل مسیریاب بودن، نقشه بودن، جایی که کاربر بتونه چیزها روش پیدا کنه و بشناسه، نظرات بقیه رو بدونه. و شما الان در واقع اگه برگردیم به خود نشان، سرمایه گذاری هم در واقع جذب کردید از، اگه اشتباه نکنم، از دو بخش، یک مجموعه، یکی بانک پاسارگاد و یکی هم شرکت فناپ که خود شرکت فناپ هم به نوعی وابسته به بانک پاسارگاد هستش. این تنها سرمایه گذاری بود که تو این مدت شما تنها سرمایه گذاری در واقع جذب کردید. میتونم بپرسم که مثلا شما یه سهام اقلیت یا سهام اکثریت رو دارید توی این مجموعه یا اون؟ فناپ سهام اقلیت رو داره و یه دونه سیت هیئت مدیره. خود پاسارگاد چطور؟ عملا یک هویتن. ببین به این شکلی که یه پروژه به نام پروژه پات هست که همین API های مختلف و برای کسب و کارها مثل API های بانکی، API های هوش مصنوعی، پردازش تصویر متن، نمیدونم تبدیل گفتار به متن و غیره رو ارائه میده و میخواستن تو اون سرویس های نقشه و مسیریابی رو هم اضافه کنند. این پروژه مال بانک پاسارگاد، اما عملیاتش، مدیریتش، سیاست گذاریش دست شرکت فناپ و عملا سرمایه گذار مؤثر و تصمیم گیر تو شرکت ما توسط فناپ اون شخص و عضو هیئت مدیره تعیین میشه تا در قالب اون پروژه پادون سرویس ها ارائه بشن و ما یک شخص در واقع حقوقی در انگار سهامداران شرکت داریم که یکی از این مجموعه فناپ. اتفاقا هفته پیش با آقای جوانمردی هم جلسه در واقع مهمانمون بودن به توی برنامه تکشاخ، در مورد نوع رابطه سرمایه گذار و سرمایه گذاری مثل فناپ با در واقع پورتفولیوشون میپرسیدم، ولی حالا دوست دارم از شما هم بپرسم که نوع رابطه سرمایه گذاره شما الان با شما چطوریه و چقدر توی رشد شما مؤثر بوده یا چقدر حالا فکر نمی‌کنم بتونید نکات منفی رو بگی، بیشتر مجبوری مثبت بگی و اینا. به هر حال ولی نکته دوم اینه که آیا این جریان سرمایه‌گذاری ادامه پیدا کرده یا صرفا برای یه دوره محدودی بوده و شما نیاز به سرمایه‌تون رو چطور تامین کردید؟ عرضم به حضور شما که بالاخره هر رابطه ای که همراه با نکات مثبت و منفی هست، اما اون چیزی که تو رابطه ما و حالا گروه مالی پاسارگاد و فناپ مهم بود این بود که وعده ها عمل شد. ما یه جاهایی حتی به اختلاف نظرهایی میخوردیم سر اینکه نیا کن تو قبول این تعهد رو انجام بدی، این سخت افزار، این زیر ساخت سرور رو مثلا این مدت برای ما تأمین کنی. یک جا برداشت اشتباهی وجود داشت، ولی در نهایت چون من تجربه سرمایه‌گذاری دیگر رو دیدم بعضی وقتا میمونن تو ابهام. بالاخره اون سرمایه پذیر باید مسئله خودش رو حل کنه، چون الان ابهامه و معمولا هم راه در واقع پیگیری عملا باعث مرگ اون کسب و کار میشه، هر نوع روش پیگیری. اما اینجا ما تجربه‌مون بود که در نهایت قول‌ها عمل می‌شد، گرچه ممکن بود تأخیراتی، دست‌اندازهایی، بالاخره حتما تو ارتباطی هم هست شکل بگیره. برگردیم بیایم به سال گذشته که بلد که خب یه مسیریاب بسیار شناخته شده بود توی همونطور که صحبت کردیم تو تهران بود مقرشون و تا اونجا که حالا من می‌شناختمشون خیلی توی این زمینه هم کار کرده بودن، بچه‌های خیلی فعال و در واقع مصممی بودن به اینکه یک نقشه در واقع و یک اپلیکیشن سرویس محلی خوبی رو ارائه بدن. پارسال خب یه بیانیه هم دادن که کلا در واقع نشون دهنده این بود که کلا این کسب و کار رو کنار میگذارن. یه بخش از بیانیه‌شون هم در مورد این بود که حالا اساسا پرایویسی کاربر برای ما خیلی مهمه و این رو در واقع مسئله کرده بودن که حالا با شرایطی که سال گذشته هم پیش اومده بود هم زمان شده بود این ماجرا. سوال من بیشتر در مورد این حوزه است، چقدر پرایویسی کاربران برای شما توی نشان مهمه و چه کار براش کردید؟ چقدر کاربری که الان نقشه استفاده میکنن در واقع این اختیار، این اطمینان رو دارن که در واقع اطلاعاتشون توسط جاهای دیگه‌ای به مورد استفاده قرار نمیگیره؟ حالا جاهای دیگه هم میتونه نهادهای امنیتی باشه، هم میتونه نهادهای تبلیغاتی باشه یا دولت باشه یا هر جای دیگه. مرسی شهرام، سوال خوبیه و ممنون که پرسیدی. به نظر من کاربرها حق دارند تو این موضوع حساس باشند، نه در مورد مسیر یا به طور عمومی، اینکه کاربر در مورد موضوعات حریم خصوصی حساس باشه و بعد رسانه هم بپرسه.
اون موضوع سال گذشته دوستانی که اشاره کردی واقعا موضوع عجیبی است، چون سال گذشته اینطوری بود که بالاخره اون فضای وقایعی که داشت رخ میداد اعتماد کاربرها رو به کل اپلیکیشن ها کاهش داده بود، یک غباری در دید همه وجود داشت و اومد اون بیانیه داده شد که آقا ما نمیدونیم میتونیم حفاظت کنیم یا نه و در یه آینده ای میبندیم، که برای ما حداقل چون بالاخره تو این حوزه کمی داریم کار میکنیم و حدس میزنیم فضا رو میشناسیم سوالاتی به همراه داشت. اول از همه اینکه اگر داده ای رو مطالبه کردن و میخوان، خب واقعیتش اگه میخوایم ندیم الان باید پاک کنیم و ندیم و ببندیم بعدن میبندیم، یکم غریبه چون یا امروز میخوان مطالبه شده یا نمیخوان. بعد اینکه شاید یه سوال خیلی مهمی که من بتونم به اون پرایوسی هم برگردم اینه که آیا اصلا داده مسیریاب در حوزه های امنیتی کارایی داره؟ پاسخ خیلی کوتاهش اینه که خیر. میشه مفصل در موردش صحبت کرد و بشینیم بحث فنی فضای مخابراتی بکنیم، اما در نهایت شما یه گوشی دگمه 1120 داشته باشید، یه سیم کارت توش روشن، نه گوشی هوشمند، نه جی پی اس داره، نه روش اپلیکیشنی نصب میشه، هم معلومه کجا بودی هم معلومه الان کجایی، و این تعیین موقعیت هم تو نسل های شبکه های مخابراتی نسل به نسل دقیق‌تر میشه، یعنی 4G بهتر از 3G است و 5G بهتر از 4G، یعنی نسل 5 ارتباطات سیار عملا اینطوری است که میگن دیگه خیلی نسبت به اپراتور کاربر دیگه پرایوسی لوکیشن و لوکیشن پرایوسی نداره، چرا که عملا برد کوتاهه و تو فاصله چند صد متری داره سرویس رو میگیره. یه جاهایی میگن اصلا شاید در خیلی از کاربردها دیگه رو گوشی هوشمند بتونیم بدون جی پی اس هم بر اساس هم لوکیشن تقریبی شبکه کار کنیم. موضوع بعد اینجاست که خب اصلا مسیریاب ها لاگین نمیخوان، یعنی نه اون دوستان لاگین داشتن نه ما لاگین داریم، تو نشان لاگین با یه شماره همراه یا یک ایمیل جیمیل ممکنه و تنها اطلاعاتی است که نیاز هست. یعنی یه نفر حالا چرا با لاگین کنه؟ میگه میخوام بوکمارک هام و مکان هایی که میخوام پین کنم بعدن مراجعه کنم و توش نگه دارم، یا در سیستم مشارکت مشارکت هایی که میکنم به نام خودم بمونه، پروفایلی داشته باشم و مشارکت هم دیده بشه، که کمتر از 20% کاربرهای ما کلا لاگینند، سهمی از این مارد لاگین با جیمیل سمت رفت با موبایل. حالا ما تو نشان البته تو شرایط تعلیم خصوصی هم نوشتیم که داده های مربوط به رانندگی و اون جی پی اس ها رو به شکل ناشناس ذخیره میکنیم، مکانیزم بشم سند تعلیم خصوصی کامل توضیح دادیم. اما این سوال هم مطرحه که اصلا داده های مسیریاب که هویت من این کیه، فقط نهایتا هم اگه بخواد بدونه که نوع گوشی چه چیزی است. و راستش بخوام اون چیزی که باز برای ما عجیب ترش میکنه اینه که تو 6 سال اخیر که ما داریم کار میکنیم صادقانه هیچ نهادی از ما نخواسته که داده ای رو بدید که بعد ما لازم شه پاسخ بدیم که نداریم، یعنی چون اول باید بخوان بعد ما خب عرض کردم نداریم، بگیم خب نگاه داده ما اصلا هویت نداره و من نمیتونم پاسخ این درخواست شما رو بدم، چون این 6 سال هیچ کس از ما این سوال رو نپرسیده. لذا این سوالی است که روزن خود ما بود که چرا تو اون بهوه این پیام اومد مسئله گرفتن بود. نه آره گفت عرض کردم ما داده هامون ناشناس، حالا ما در واقع به کاربران قول دادیم پیج شفافیت داشته باشیم، پیج شفافیتمون خالی است چون تا امروز کسی از ما داده ای رو مطالبه نکرده. تا به امروز حساسیت کاربران مثلا رو پیام رسان متفاوته، چون اونجا بالاخره پیام های شخصی من به دیگری، محتواش چی گفتم چی شنیدم و بالاخره پیام رسان هم بدون هویت اصلا معنا نداره، ولی مسیریاب بدون هویت کاملا معنا داره. خب برگردیم به خود امروز. خیلی دوست دارم بدونم که شما الان اون چالش در واقع دور بودنتون از در واقع جاهای مختلف رو توی کشور چطوری حل کرد، به خصوص از پایتخت یعنی تهران که در واقع مهمترین در واقع شاید جایی باشه که تصمیم گیری میشه برای بازاری که مثلا بازیگراش توش حضور دارن، مثلا اینکه یه قضاوت میشه در واقع خود کیفیت سرویس شما در واقع توی مشهد با تهران الان یا اصفهان یا شهرهای دیگه کاملا متفاوت باید باشه. آیا شما هیچ وقت مثلا به این فکر کردین که مثلا بخش از تیمتون رو توی تهران مستقر کنین یا دارین اصلا چنین چیزی؟ اصلا تیمتون الان چند نفره کلا؟ عرضم به حضورت که ببین تهران نبودن یه ایراد در یه گذشته‌ای برای ما داشت، اون که از اکوسیستم دور بودیم. شاید اگر در سال‌های در اکوسیستم بودیم و ارتباطات رو داشتیم برخی تصمیمات رو که من به عنوان اشتباه اشاره کردم به عنوان یه best practice راحت‌تر می‌گرفتیم و رخ می‌داد.
جز اون واقعیتش اینجاست که خیلی اتفاق دیگری برای فقط میگم کاش اون سالها با تهران ارتباط بیشتر باید بگیم به اکوسیستم کاش بیشتر وصل بودیم در مشهد تا اینکه بگیم کاش تهران می بودیم. اما واقعیتش اینجاست که سایر مسیریاب ها تو دنیا همینطوری نیست که تو همه شهرها دفتر داشته باشند و دارن سرویس میدن، کما اینکه الان گوگل مپ تو ایران هیچ دفتری نداره و بالاخره سرویسی رو داره میده که بخش از کاربرها دارن ازش استفاده میکنن و ما بیشترین کاربر فعال روزانه‌مون در تهرانه، بعد در مشهد، بعد در اصفهان و کرج با همون ترتیب جمعیتی که ما این شهرها رو میشناسیم از لحاظ جمعیتی، یعنی مشهد دومه، خب به طور طبیعی هم دومی شهر پر جمعیت ایرانه. چون بر اساس گزارش کاربرها داریم کار میکنیم، حضورمون خیلی ضروری نیست، چون اگه جایی رو مسدود میکنن کاربر میزنه، تیم اپراتوری ما میره و مسدودی رو بر اساس گزارش کاربر راستی آزمایی میکنه، رو نقشه اعمال میکنه. ما نیاز نداریم اینجا حضوری باشیم. بچه های تیم ترافیکمون کلا با امور داده و دیتا ساینس و پیشبینی و پردیکشن و اینجور چیزا درگیرن و حضور فیزیکیشون تو تهران شاید فقط همین که صبح باید یک ساعت و نیم ترافیک طی کنه برسه شرکت، شب یک ساعت و نیم ترافیک طی کنه برگرده، جز این زحمت آورده ای نداره. اما خب البته همکار ما برای دیدن کاربرای تهرانی، چون بالاخره ترافیک تهران مسئله یونیکی است، متداول سفر میکنن به تهران و دقیقاً سفرهاییه که میگن بریم یکی دو روز اسنپ سوار شیم، تپسی سوار شیم، ببینیم راننده‌ها چه اتفاقی براشون میفته. و این تقریباً پترن نیست که بین به ویژه مدیران محصولمون خیلی متداوله، اما یکی دو تا تست کننده دائمی هم در شهر تهران داریم. کارشون اینجاست که در تهران محصول رو تو کف خیابون به شکل واقعی مستمرن تست کنن. کارت مشهد و اصفهان هم داریم. خب الان چقدر آیا اصلا ارزیابی دارین که چقدر کاربرا راضی هستن از این سرویس؟ به هر حال نبود رقیب و محدود شدن رقبای خارجی به هر حال چاره‌ای برای این نذاشته که جز نشان از چیزی استفاده بکنن. ولی حالا اون چیزایی که توی حالا ماهای اخیر کمتر، ولی ته ماهای قبل از اون این بود که مسیریابی اشکال نیست توی نشان و به نظر میاد که خیلی در واقع این الگوریتم در واقع مسیریابی شما شاید خوب کار نمیکنه یا حداقل انتقاد وجود داره. آیا اصلا آماری دارید که اصلا این مسیریابی های شما چقدر موثره و چجوری بهبودش میدید؟ ما چند تا مطالعه منتشر کردیم خودمون، بعدن هم پکام یه رسانه دیگری هم یه کاری تو سالهای گذشته کرده بود. شاید بهترین روش مقایسه مثلا نشان با مسیریاب دیگه این که هر دوشو بزنی اول مسیر و تا انتهای مسیر باهاشون بری ببینی چه اتفاقی میفته، اصلاح مسیرها اگر جایی از مسیر نمیری میری و غیره. ما این سمت حالا به جز تست های میدانی که عرض کردم مانیتورینگ داریم، یعنی مبدا مقصد مشخص رو میایم ببینیم گوگل چی میگه، ویس چی میگه، نشان چی میگه و این تخمین ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. یه مطلبی هم منتشر کردیم، خیلی هم دعوان دعوت میکنیم به جز بدنه حمل و نقل، ما دانشکده‌های خوبی تو حوزه فوق لیسانس و دکترای حمل و نقل تو ایران داریم که بیان API ها رو بگیرن، مقایسه کنن ساعت پیک، ساعت غیر پیک. یه قسمت شهرام همون داستان فیلترینگ و دریغ کردن از مردمه و اینکه کاربر از چی استفاده میکنه. نشان این فقط در مورد ترافیک نیست. وقتی جی پی اس رو اسپوف میکردن و جی پی اس میپرید به ما میگفتن شما چرا اینطورید، ویز اینطوری نبود، در حالی که اسپوفینگ جی پی اس ویز و نشان و گوگل مپ و اسنپ و تپسی براش فرقی نمیکرد. شما تو محدوده بودی لوکیشن میرفت فرودگاه مهرآباد. من یک پست رو تو توییتر گذاشتم، من داشتم دور یه پارکی در مشهد میدویدم و رو استراوا لوکیشنم ناگهان رفت وسط فرودگاه مهرآباد. من همون رو عکس فرستادم که تمرین نرم دویی من وسط فرودگاه مهرآباد و وسط باند. کاربر میگه نشان اینطوریه، ویز اینطوری نبود. چرا؟ خب چون طرف نشان استفاده میکنه و جی پی اس اسپوف میشه. حالا این مثال که اونجا دیگه معلومه ما مقصر نیستیم. تو ترافیک هم کاربر از ما استفاده میکنه، ویز ازش گرفتند و خب میره تو ترافیک میگه این نشان چرا اینطوریه. بهترین راه مقایسه کردن اینطوریه. ما هم نمیگیم که خوبیم، بالاخره 6 ساله داریم کار میکنیم، ویز زودتر از ما تو تخمین ترافیک الگوریتمشو شروع کرده و کار کرده. شاید حوزه تخمین ترافیک این نکته جالب باشه بگم که خب هیچ داکیومنتی هم براش وجود نداره، یعنی هیچ کس نیومده مقاله شیوه تخمین ترافیک ویز، مقاله کامل ممکنه یک پست وبلاگ مثلا مدیومی وجود داشته باشه، ولی مطلب به طور عمقی و ریشه‌ای من چطوری ترافیکو تخمین میزنم، چطوری پیش بینی میکنم وجود نداره. این تکنولوژی ترافیک از ارزنده ایست که ساخته شده. ولی خب این برداشته بخشش از اون بخشمون که حالا ما هم حتما اشکالاتی داریم، یعنی من بیام بگم ما خیلی پرفکتیم و خیلی دقیقیم، نه، یه جایی هم حتما ما باید بهتر شیم و داریم هر روز مانیتور میکنیم، هر روز مانیتور میکنیم. بارون میاد تو تهران، ما زمانمون چرا مثلا تخمینامون رو مسئله طولانی افتاد، چرا مسئله بلند افزایش پیدا کرد و چی شایبه. دوست دارم یه فقط در مورد آینده نشان هم صحبت کنیم. نشان قراره فقط مسیریاب و
نقشه باقی بمونه. البته تو یه اشاره‌ای تو صحبتات داشتی به اینکه همه جور در واقع نیاز یا نیازهای کاربران رو به یه شکلی گسترده تر بتونه مثلا توی نشان بیابه و اینها. یه مقدار در مورد این توضیح میدی دورنماد چیه در مورد نشان در آینده؟ ما راست چون بخوایی تو نقشه باید خودمون رو تو فضای تعریف کنیم که کاربر تو خیابونه و برای خودمون میگیم یه جورایی شاد چشمانداز جدیدی که باید دقیقش کنیم، بگیم همراه و همدم کاربر در کوچه و پس کوچه و خیابان. اونجایی که دنبال یه رستوران میگرده، میخواد به جایی پیاده بره و چیز چایی به این. حالا تو مسیریابی کلان انواع متوهای مسیریابی که نسبتاً محصول بالغتره و پخته‌تره، چیزی که الان خیلی دنبال میکنیم که ارتباط کاربر و کسب و کارهای آفلاین رو با رستوران رفتن، با کافه رفتن، با خوشویی پیدا کردن یا باشگاه ورزشی پیدا کردن رو تقویت کنیم و عملاً بتونیم تو این حوزه نقش ایفا کنیم، طوری که کاربر عملاً تو خیابون برای پیدا کردن اینجور جاها و رفتنشون و اطلاعات کسب کردن سردرگمی که معمولا همچنان خیلی هم ممکنه باهاش مواجه باشیم در امان بمونه. و بعد یه محل خیلی مهم برای خلق ارزش برای خودمون هم همین ارتباط بین اون کاسب و این مراجعه کننده است. حالا یه جا تبلیغات، یه جا ممکنه بتونیم کارهای دیگری هم بکنیم، اما الان تمرکزمون بر اینه که این ارتباط رو قوی کنیم و بسازیم. و خب مثل خیلی حوزه‌های کسب و کاری دیگه بعد که این ارتباط شکل بگیره، یعنی نشان بشه، محل پیدا کردن و رفتن به معنی اینکه هنوز کاربر دنبال رستوران بگردن، شاید برن تو اینستاگرام ولی بعضن تو نشان نمیگردن، ولی وقتی میخواد بره فرودگاه حتما تو نشان میزنه، فرودگاه میره. حتی رستوران رو ممکنه تو اینستاگرام پیدا کنه، بعد تو نشان سرچ کنه رستوران مثلا ایکس و بعد مسیر بگیره بره. این پترنی است که ما شناختیم و میخوایم تغییرش بدیم، یعنی بگیم هم تو خود نشان سرچ کن رستوران مثلا فرض کن حوالی ونک و بعد نظراتو بخون و همینجا هم کلیک کن برو، تو اینستاگرام سرچ نکن، بعد توی نشان جستجوش کن. حالا اینستاگرام، سایت های دیگری که تو حوزه شناختن و ایندکس شدن مکان ها هستن. بعدش ارزش های بعدی رو روش بدیم، ولی الان تمرکزمون رو همین سرویس تبلیغات به همین حجم بزرگ کاربری که داریم. و سوال آخرم اینه که این افت فضای استارتاپی توی سالهای اخیر، در واقع مهاجرت تالنت ها و افرادی که توی این حوزه بودن و رشد فیلترینگ، سخت‌تر شدن فیلترهای اینترنتی و اینها و بدبینی مردم نسبت به در واقع سرویس های داخلی، اینها تأثیرش چی بود در مجموع و روی تو و نظرت چیه کلا در موردش؟ ببین، ما مشخصه که یک شرکت تکنولوژیکیم، یعنی وقتی در الگوریتم سرچ صحبت میکنیم اونم سرچ مبتنی بر مکانهای داستانی داره، وقتی در مورد ترافیک، پیشبینی ترافیک صحبت میکنیم یه داستانی داره، وقتی در مورد مثلا پیدا کردن و پردازش تصاویر مثلا ماهواره‌ای برای پیدا کردن کوچه‌ای با عرض کم و غیره صحبت میکنیم. و اینا رو که تکنولوژی چیزی نیست که همینطوری باشه، باید یک آدم تکنولوژی شناس کار کنه. تو عصری که انقدر حالا هوش مصنوعی مدت هاست داریم داره شرکت‌ها دارن استفاده میکنن، ولی با جی پی تی و غیره عملاً دیگه عامه هم دارن درک میکنن حضورش رو. خب ما به این آدمای خوره، بهشون ما تو فضای خودمون میگیم خوره دیگه، گیک، ما به این آدما نیاز داریم و این آدما دارن میرن. و واقعیتش اینجاست که به نظر من اگه بگیم اکوسیستم بزرگترین چالنجش اون یکی کدومه، من میگم بزرگترین چالنج این رفتن آدماست، که خب کی میخواد تکنولوژی رو توسعه بده. و من با این پدیده مواجهم که همکاری که 14 15 سال با ما بوده، سطح بالایی از تو سازمان جایگاه بالایی داشته، درآمد معقولی نسبت به همه اطراف، ولی میگه جواد من پسرم دیگه 6 7 سالشه و حالا میدونیم دیگه، هممون شنیدیم. و حالا پزشکا و غیره، حالا حسین فای دیگر رو من حداقل تخصصی ندارم اصلا نظر بکنم. و قسمت تلخش هم اینه شهرام که بعد گفته میشه که نه مثلا نیست یا اونقدر نیست یا غیره. تازه مشهد احتمالا یه درجه ای شاید نسبت به خیلی شرکت های تهرانی کمتر باشه و این خیلی ما رو آسیب پذیر میکنه، به ویژه حالا شرکت هایی که خدمت شما که محصولشون ذاتن محصول تکه. چون نقشه رو اگه مقایسه کنیم مثلا با سایر کسب و کار استارتاپی که میشه، اکثر استارتاپای ایرانی پلتفرمی ان، یعنی یه عرضه ایست تقاضایی است، من این وسط قرار گرفتم عرضه رو به تقاضا وصل میکنم، ولی نقشه ماهیتا پلتفرمی مستقیما نیست، ممکنه به واسط تبدیل بشه به پلتفرمی از پلتفرم ها، ولی مستقیما پلتفرم نیست. حالا تو میخوای مستقل کارتو ادامه بدی و کی انجامش میده؟ نیروهای تکی که واقعیتش اینجاست با شتاب ناراحت کننده ای دارن میرن. هم به قول یکی از مصاحبه خودتون بود، من اینجا میشیدم حرف قشنگی میزد، یادم نیست کدوم یکی از عزیزان بود، ولی میگفت هم میل و رغبت به رفتن بیشتر شده، هم رخ دادن رفتن. الان رغبته که خیلی میشه گفت دیگه بین متخصصین روزه نسبتا فراگیر شده،
جواد عامل عزیز، خیلی ممنون که در برنامه تکشاخ حضور پیدا کردی، دعوت ما رو پذیرفتی، از مشهد تشریف آوردین تهران و امروز در خدمتتون بودیم. برای شما و تیم نشان آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم که خوب و همیشه سلامت باشید. ممنون از شما، منم خسته نباشید میگم به شما و بچهای خوبتون و این برنامه عالی. مرسی از تو. خب در این بخش برنامه تکشاخ این هفته هم به پایان میرسه. ما رو در شبکه‌های اجتماعی و سایت فردای اقتصاد میتونید دنبال بکنید. تا هفته آینده، خدا نگهدار. همونطور که مشاهده میفرمایید شیرینی فرش قرمز برعکس گفت. اوه یواش آقا، ببینید بحث آخری